اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت اول ماه مهر روز جهانی کارگر. امسال در حالی به روز اول ماه مهر این نماد همبستگی طبقاتی و بین المللی کارگران جهان نزدیک می شویم که بحران جهانی اقتصاد سرمایه داری به رغم تلاش هایی که برای کنترل آن انجام گرفته همچنان ادامه دارد. افزایش روزافزون ارزش سهام در بازارهای مالی جهان و انباشت بی سابقه ثروت در دستان شرکت‌های خصوصی و نهادهای مالی بیش از آن که نشانه رونق در روند تولید باشد، بیانگر رشد انگلی اقتصاد و گندیدگی نظام سرمایه‌داری است. بر اساس ارزیابی نهادهای بین المللی مالی، نرخ رشد اقتصادی در بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان هنوز به دوره قبل از بحران باز نگشته است. در ایالات متحده آمریکا نرخ پایین رشد اقتصادی، ادامه روند بیکاری و کاهش دستمزدها، ادعاهای دولت اوباما مبنی بر عبور از بحران و احیای اقتصاد را از اعتبار ساقط کرده است. در اروپا با توجه به رشد اقتصادی ناچیز آلمان، نرخ رشد پایین اقتصادی در کشورهای جنوب اروپا و افزایش نرخ بیکاری هنوز نمیتوان از پایان بحران سخن به میان آورد. در روسیه تحت فشار تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، اقتصاد این کشور وضعیت بحرانی تری پیدا کرده است. در آسیا اقتصاد ژاپن با رکود روبرو شده و رشد شتابنده اقتصاد چین فروکش کرده است. ادامه این بحران با گسترش بیکاری، سطح پایین زندگی و ریاضت کشی اقتصادی همراه است. دولت‌های بورژوازی نه تنها نمی‌توانند از پس هیچ اصلاحات جدیدی برآیند، بلکه نمی توانند خرج تأمین اصلاحاتی که در گذشته به آنها تحمیل شده را بپردازند. آنها به اندازه کافی پول برای ریختن به گلوی بانک‌ها و تأمین هزینه سیاست‌های ملیتاریستی در خزانه دارند، اما برای مدرسه و بیمارستان و حقوق بازنشستگی آهی بر بساط ندارند. تداوم این بحران رقابت قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری برای گسترش مناطق نفوذ در نقاط مختلف جهان را تشدید کرده است. تکاپوی این قدرت‌ها برای خروج از بحران و برای تقویت موقعیت خود در برابر بلوک‌های رقیب در عرصه جهانی و جاه‌طلبی‌های امپریالیستی آنها در کانون‌های مختلف بحران جهان را با یک دوره از بی‌ثباتی و ناامنی روبرو کرده است. با این حال، همراه با تداوم بحران اقتصادی و توسعه، تناقضات عینی نظام سرمایه‌داری و تیره شدن چشم‌انداز رونق اقتصادی، تشدید خشم و نارضایتی توده‌ای و اعتراضات کارگری و توده‌ای به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. کارگران بدون مبارزه سنگرهایی را که در گذشته فتح کرده اند را از دست نخواهند داد. شرایط عینی برای رشد مبارزه طبقاتی آماده تر می شود. بر بستر این تحرک اجتماعی زمینه مادی برای پیشروی جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر تنها آلترناتیوی که می تواند بربریت سرمایه‌داری را به چالش بکشد آماده می گردد. در ایران طبقه کارگر در شرایطی به روز اول ماه مه نزدیک می شود که رژیم جمهوری اسلامی بعد از توافقات لوزان بر سر بحران هسته‌ای و سرکشیدن جام زهر خود را برای دوره تازه ای از رویارویی با کارگران و مردم ایران آماده می کند. رکن اول این رویارویی تشدید سرکوب و اعمال کنترل بیشتر بر فضای سیاسی جامعه است. گسترش موج اعدام‌ها، تداوم بگیر و ببند فعالین کارگری و اجتماعی، بستن روزنامه‌ها، تشدید سانسور، گسترش تحرک گروه‌های فشار بر زنان و جوانان، همه اینها بخشی از تلاش برنامه‌ریزی شده رژیم است که می‌خواهد برای جلوگیری از فوران خشم توده‌ها همه مجراهای تنفسی جامعه را ببندد.
اعدام بیش از 60 تن از زندانیان عادی که عمدتاً متهمین پرونده‌های مواد مخدر هستند، آن هم در مدت کمتر از یک ماه، کاملاً با هدف سیاسی انجام گرفته است. رژیم برای زهر چشم گرفتن از جامعه و لاپوشانی کردن ضعف و زبونی خود در مقابل قدرت‌های غربی، دست مرگ را بر بالای سر زندانیان عادی آویزان کرده است. رکن دوم رویارویی رژیم با طبقه کارگر، تداوم تعرض به سطح زندگی و معیشت و حقوق کارگران است. اگرچه دولت روحانی وعده داده بود که از مسیر سازش با آمریکا و عادی سازی مناسبات با غرب وضع زندگی کارگران را بهبود خواهد بخشید، اما بعد از توافقات لوزان و حتی با پایان تحریم‌های اقتصادی هم از بهبود زندگی کارگران خبری نخواهد بود. اگر در دوره بحران اتمی و کشمکش با غرب بار سنگین تحریم‌ها بر دوش طبقه کارگر افتاد، در دوره کنونی هم رژیم به بهانه جبران خسارات و زیان‌های ناشی از تحریم‌ها تعرض به زندگی و حقوق کارگران را ادامه خواهد داد. بر اساس جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت روحانی، قرار است با تکیه بر نیروی کار ارزان طبقه کارگر، کالاها و محصولات تولید شده در ایران با مخارجی به مراتب ارزان‌تر از کالاهای مشابه در بازار جهانی تولید شوند و به بازارهای بین‌المللی عرضه گردند و از این طریق سودآوری سرمایه‌های داخلی را تضمین کنند. از نظر طراحان این سیاست، با این جهتگیری نه تنها حجم عظیم نقدینگی به عرصه تولید سرازیر می‌شود، بلکه سرمایه‌داران خارجی نیز به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق می‌گردند. بنابراین از هم‌اکنون روشن است که رژیم جمهوری اسلامی می‌خواهد به یمن دستمزدهای 3 مرتبه پایین‌تر از خط فقر و پایین آوردن مصرف عمومی طبقه کارگر تحرکی در اقتصاد ایران ایجاد کند. نهایی شدن توافقات بر سر بحران هسته‌ای، اگرچه از آثار روانی تحریم‌ها بر زندگی مردم می‌کاهد و در همان حال حربه تحریم و تقابل با غرب و بهانه قرار دادن آن برای پشت گوش انداختن خواست‌های مردم را از دست رژیم می‌گیرد، با این وجود بهبودی در زندگی واقعی کارگران ایجاد نمی‌کند. به رغم اینها، پایان تحریم‌ها و عادی سازی مناسبات با غرب سطح توقعات کارگران و مردم را بالا می‌برد و فعالین و پیشروان جنبش کارگری فرصت تازه‌ای برای دامن زدن به جنبش مطالباتی پیدا می‌کنند. اعتراضات و اعتصابات پراکنده و هر روزه کارگران، به ویژه اعتراضات کارگران خودروسازی‌ها، پتروشیمی‌ها، اعتراض بازنشستگان زباهن اصفهان، اعتراضات پرستاران و اعتصاب سراسری معلمان در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که چه پتانسیل عظیمی برای مقابله با سیاست‌های رژیم در اعماق این جامعه وجود دارد. اعتصابات و اعتراضات کارگری در اگرچه نشانه وجود درجه‌ای از سازماندهی و ایفای نقش کارگران آگاه و پیشرو در این زمینه است، اما این مبارزات به دلیل پراکندگی نتوانسته است به اهرم فشار نیرومندی برای تحمیل مطالبات عاجل کارگران به کارفرمایان و دولت تبدیل شوند. غلبه بر این نقطه ضعف جنبش کارگری در این دوره و در شرایطی که طبقه کارگر از فقدان تشکل‌های توده‌ای، طبقاتی و مستقل از دولت خود رنج می‌برد، ارتباط و پیوند فعالین و پیشروان کارگری در مراکز تولیدی، در یک رشته واحد و در رشته‌های مختلف تولیدی را به یک نیاز عاجل و ضرورت طبقاتی تبدیل کرده است. اکنون که در آستانه اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت روز همبستگی جهانی طبقه کارگر قرار گرفته ایم و تلاش برای برپا داشتن اجتماعات کارگری در اول مه در صدر وظایف فعالین و پیشروان جنبش کارگری قرار گرفته است، فعالین کمونیست جنبش کارگری لازم است تلاش خود را برای ارتقای مطالبات کارگران، به هم مرتبط کردن و سراسری کردن این جنبش مطالباتی و برپایی تشکل‌های طبقاتی و توده‌ای کارگران گسترش دهند.
کارگران ایران در این روز ضمن مردود اعلام کردن حداقل دستمزد تعیین شده از جانب شورای عالی کار رژیم، برخواست افزایش دستمزدها متناسب با تأمین هزینه یک زندگی انسانی، آزادی فوری و بدون قید و شرط فارین کارگری دربند، تأمین بیمه بیکاری مکفی برای کلیه افراد آماده به کار، برچیدن شرکت‌های پیمانکاری، تأمین ایمنی محیط کار و پرداخت خسارت به کارگرانی که در اثر سوانح و ضایعات ناشی از کار دچار بیماری و نقص عضو می‌شوند، ممنوعیت کار حرفه‌ای برای کودکان و نوجوانان زیر 18 سال، آزادی بیان، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، آزادی قلم، آزادی کلیه زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین از دولت و پایان دادن به تبعیض جنسی علیه زنان و تأمین برابری زن و مرد در کلیه عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأکید می‌کند. در این روز باید اجتماعات زرد و فرمایشی دولت که از طرف خانه کارگر رژیم، شوراهای اسلامی و یا کانون عالی انجمنهای صنفی برپا می شوند، قاطعانه تحریم و بایکوت شوند. دوره تدارک برگزاری مراسم و آکسیونهای اول ماه مه در همان حال فرصتی برای کاشتن بذر آگاهی سوسیالیستی در میان کارگران است. تدارک و سازماندهی آکسیون اول ماه مه همانند هر عرصه دیگر از مبارزه طبقه کارگر بستری است که در آن فعالین کمونیست شمار هرچه بیشتری از کارگران را نسبت به راه رهایی و رسالتی که جهان کنونی بر عهده طبقه کارگر گذاشته است آگاه می کنند. رهایی از شر جمهوری اسلامی و فقر و فلاکتی که به کارگران و مردم ایران تحمیل کرده است در گروه خودسازمانیابی کارگری، متشکل شدن پیشروان این طبقه در حزب سیاسی کمونیستی برای به زیر کشیدن نظام جمهوری اسلامی از مسیر برپایی انقلاب کارگری است. حزب کمونیست ایران اول ماه مه این نماد همبستگی شورانگیز طبقاتی و انترناسیونالیستی را به همه کارگران تبریک می‌گوید. زنده باد اول ماه مه، سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، فروردین 94 برابر با آوریل 2015.